امروز در مورد یکی از رازهای مهم در زندگی، چه در بحث زندگی علمی چه تو هر بخش دیگری از زندگی صحبت میکنم که میدونم خیلی باعث میشه که اعتماد به نفس عزیزان من، همراهان من کم بشه. و این وقتی اعتماد به نفس از دست بره، به نظرم خیلی دهیش عقب افتادیم. وقتی شما همون اول خودتون رو ببازین، اون چیزی که به نظر من مهمترین اسلحه آدم در پیشرفت اعتماد به نفس هست و خودباوری. شما وقتی خودتون به خودتون اعتقاد نداشته باشین، پس هیچی دیگه چیزی دیگه باقی نمیمونه. اصولا قبل از مسئله از همه چیز. و اون چیزی نیست، احتمالا پیش اومده واسه شما وقتی یک اثر هنری خارق العاده میشنوید، مثلا چنا سمفونی نوح بتهوون رو میشنوید، یا یک نقاشی خارق العاده رو میبینید، یا میرید سر دفاع رساله دکترای یکی از دوستاتون که یک چیزایی که رو صفحه میاد اصلا خارق العاده است، یه شکل‌های عجیب غریب، انیمیشن‌های جذاب، یا میرید دفاع کارشناسی ارشد، فرق نمی‌کنه، یه مقاله می‌بینید، یک مقاله نگاه می‌کنید، مقاله رو می‌گید واو عجب چیزا، این چه روابط ریاضی بزرگی به توش وجود داره. اولین چیزی که ریاکشنی که انسان از خودش نشون میده به لحاظ روانی اینه که واو، من مگه میتونم؟ مثلا شما ابتدای راه دکترا هستید، ابتدای میخواید خودتون دارید یه مقاله مینویسین، یه کاری میخواید، یه اثر هنری میخواید خلق کنید، نگاه میکنید میبینید ولش کن بابا، من که این چیه، من شبیه این یک صدم اینم نمیتونم تولید کنم. این همون نکته ایه که گفتم که وقتی در مواجهه با یک چنین اثر خارق العاده پیچیده ای و در هم بر همی شما قرار میگیرین، خودتون رو میبازید و این از باختن تلخت، یعنی دیگه مسئله تمام شده، بعد همه چی رو بذاریم کنار. من میخوام اینجا به شما بگم که راز این قضیه چیه، که اگر این چنین حالتی براتون پیش اومد، یه مقاله خیلی خوبی دیدید یه چیزی، نبازید خودتون رو. نکته اینجاست، جمله طلایی اینه که هر مسئله پیچیده‌ای از دل سادگی اومده. این جمله رو حالا توضیحش یه مقدار به نظر من باید توضیح بدم تا قشنگ جا بیفته، ولی اتفاقا تو بحثایی که با دانشجوام داشتم من اینو مطرح کردم، خب فرصت هم نبود خیلی باهاشون بحث کنیم، ولی چون فکر می‌کنم متوجه شدم منظور من چیه، ولی گفتم اینو با شما هم در میون بذارم که خب مسئله خیلی مهمی است و چون میدونم اعتماد به نفس آدم‌ها رو می‌کشه، این خیلی از جایی میزنه، از ریشه میزنه در حقیقت این قضیه. ببین اصولا شما وقتی که به عنوان یک آهنگساز کار درست یه قطعه ای رو میشنوید که خیلی قویه، یا به عنوان کسی که یه محقق خیلی قوی هست که مقاله ای رو میبینید که خیلی خوب انجام شده، باید سعی کنید بفهمید که در ذهن اون آدم چی گذشته. خیلی نکته مهمی است. باید ذهن خوانی بکنید. یعنی ببینید اگه من بخوام یک اثری مثلا سمفونی پنج بتهوون بنویسم، این چطوری به اینجا رسیده، در چه قواعدی در ذهنش بوده. ببین بحث هم اینه که همه این آثار پیچیده مثل درختی میمونن که خیلی شاخ و برگ تو در هم بر همی داره. حالا شما میخواید وقتی یک درختی بیافرینید شبیه همون، این پیچیدگی‌ها رو که میبینید ذهن شما هنگ میکنه. من دارم به شما میگم که هر چیز یک منطق ساده‌ای در دلش وجود داره. یعنی اینکه آهنگسازی که داشت این قطعه رو می‌نوشته، اول یک فرم در ذهن خودش آورده، قسمت‌های مختلف فرم مشخص چیه، و بعد یک موتیف در ذهن خودش خلق کرده، اون موتیف رو با استفاده از قواعدی شروع دا کرده به بسط و گسترش دادن. یا یک کسی که مقاله رو داره می‌نویسه، خب اول یک ایده مهندسی یا ایده علمی اولیه داشته و بعد اون اومده کم کم بسط و گسترش. خب اصلا هنر استاد راهنما تو همینه دیگه، که کمک کنه چطوری شما میتوانید یک سوال اولیه رو آنچنان بست و گسترشش بدید که برسید به یک جایی که شما هم یک عده‌ای به حال شما قبطه بخوره و جایی قرار بگیرید که یک عده‌ای با دیدن کارهای شما اعتماد به نفسشون از دست بدن. ولی من دو تا بحث ما تماما تو درسایی که میدیم، توی ویدیوهایی که من تهیه کردم، همیشه تو اینه که به شما بگم که تو ذهن اون شخصی که حالا یک چیزی رو ابداع کرد چی میگذشته، چطوری به این نتیجه رسیده. این از آسمون افتاده پایین، یهو مثلا اینجوری خوابیده صبح پا شده دیگه، مثلا اینجوری نیست، این یک سلسله مراتبی داشته. من همیشه گفتم پیچیدگی که از دل سادگی بیرون نیاد چیزی بجز آشوب و در هم بر هم بودن و اختشاش هیچی نیست، شک نکنید. و اون جمله معروف انیشتین رو اشاره میکنم که خداوند هیچگاه تاس نمیاندازد. این که خب وقتی ما یه مسائل خیلی پیچیده‌ای روبرو هستیم، گاهی میگیم که این تصادفیه دیگه، رندومه، استوکاستیکه،
در صورتی که یه منطقی در دلش هست ما نمیفهمیم. ما باید تمام هنرمون برای اینکه اون اعتماد به نفس را از دست ندیم و خودمون بتوانیم آثاری در همان حد خلق کنیم، جدای از سخت کوشی، جدای از علم، هر چی که هست، اینایی که هست، اینه که بتونیم ذهن آدما رو بخونیم و اینکه چطوری اینا تونستن از یک مسئله ساده برسن به یه مسئله یک خروجی پیچیده. دقیقا تو همون مثال درختی که به شما زدم، اون درخت با وجود تمام آن پیچیدگی ها و در هم تنیدگی هایی که داره، ولی یک ساقه، یک تنه اصلی داره، یک سری ساقه ها داره که در روی این ساقه ها این برگه ها و حالا میوه جات قرار گرفتن. در نتیجه ما باید بتوانیم ذهن اون خالق اثر رو، حالا یه مقاله است و یک سمفونیه، فرق نمیکنه، بتونیم اون تنه اصلیشو تشخیص بدیم چیه و بعد اون ساقه ها رو بفهمیم چیه و بعد نحوه شاخ و برگ دادن به این تنه اصلی رو بتونیم و این سازوکار اگر بتونید تشخیص بدین، طبیعتا خودتون هم میتونید همین کارو بکنید. یه هر درختی از یه جایی شکوفه زد، درشونم رشد کرده، رسیده به اونجا دیگه. و دقیقاً ایده ها تو ذهن افراد این گونه شکل میگیرن. اینجوری نیست یهو بخوابه پاشه فردا صبحش یه مقاله آنچنانی بنویسه. و تمام سعی من توی درس هایی که دادم همین بوده که تحلیل ارائه بدم. این تحلیل خیلی مسئله مهمی است. اینکه صرفاً به شما به این سری چیزایی رو حفظ کنید، مثلا این اگه کسی اومد یه چیزی به شما همین رو بهش جواب بدید، بده بستان، یه وقتی از شما میتونید تحلیل بدید. تحلیل یعنی که اگه شرایط عوض شد، شما بتوانید به تناسب با اون شرایط جدید راه حل‌های یگانه و منحصر به فرد جدید ارائه بدید. مثل ماهی و ماهیگیری میمونه. کسی که شما یه ماهی بهش بدین یا کسی که ماهیگیری یعنی دقیقاً تحلیل، یعنی شما بفهمید در ذهن خالق اثر چی میگذشته که بتوانید از او تقلید کنید و البته توانایی‌های شخصی خودتون هم بهش اضافه بکنید و یک اثر منحصر به فرد به نظر خودتون اعمال بکنید. این نکته‌ای که عرض کردم شاید به نظر اول خیلی عجیب، شاید یه مقدار حتی شعاری میومد که هر پیچیدگی از دل یک سادگی بیرون اومده، ولی حتی واقعا تو بحث تاریخ هم نگاه کنید همینجوری بوده. خیلی وقتا در بحث تاریخی شما در مورد سبک‌های مختلف موسیقی یا علوم مختلف یک ایده اولیه مطرح شده، حالا من نمیخوام خیلی موسیقی حرف بزنم، یا تو علوم مختلف فرنه، این ایده اومده توسط محققین مختلف بست و گسترش داده شده و شما الان نگاه میکنید سال 2021 چه مقالات خارق العاده‌ای در مورد بعضی از یا چه قطعات خارق العاده‌ای در حال انتشار است. ولی بعد به بنبست رسیده، دیدن تکراری شده، دیدن بعد اومدن دوباره یک ایده ساده دیگه مطرح کردن و یک مکتب جدید آغاز شده، یک موضوع جدید در علم آغاز شده و این دوباره بست و گسترش داده شده. هر کدوم از اینا یک دوره شده، دوره کلاسیک، دوره رمانتیک، مدرن، پست مدرن، همینجور در حال گسترش داده شدن هست دیگه. به خاطر اون هر وقت خواستید یه موضوعی رو به عنوان یه کار پژوهشی آغاز کنین، یه موضوع رساله‌ای، حالا این سوال اولی از کجا میاد؟ یه بحث دیگه است که خب من یه دغدغه‌ای دارم دیگه، اگه هنرمندم از یه دردی اومده، اگه یک محقق هستم بالاخره این سوال اولی چه سوال مهندسی ابتدا اون جرقه آغازین از یه جایی اومده، در اون مورد صحبت کنم. اینو اول بگیرید و بعد سعی کنید نحوه بست و گسترش دادن این ایده اولیه رو، اینکه چه زمانی باید ولیدیت کنید، چه جوری باید قدم به قدم اینو برسونید به اون هدف نهایی. اون بحث الگوریتم نویسی اینجاست دیگه، اینکه من یه مسئله پیچیده رو به تکه های ریز بتونم تقسیم کنم و این تکه های ریز رو به هم متصل کنم تا در نهایت یک مسئله بزرگتر به دست بیاد. حتی مثلا نقاشی میمونه، فرض کنید به نظر شما مثلا داوینچی وقتی که از تابلوی شام آخرش رو داشت رسم میکرد، مثلا اینطوری بود که شب بخواب صبح پاشمونو بکشه؟ قطعاً یک پروسه طولانی بوده، یک طرح اولیه در ذهن شکل گرفته و بعد این طرح. حالا نکته این تکنیک هاست، اینا رو خیلی اهمیت داره. یکی این الگوریتمه که من فکر می‌کنم خیلی از دوستان اصلا این الگوریتم که الان من به شما معرفی کردم نمی‌دونستن یک چنین پروسه ایست. اول همین که شما اینو بدونید، اعتماد به نفستون از دست ندید، بگید منم میتونم به اینجا به این نقطه برسم، حتی بهتر از اون میتونم برسم، من ده ها برابر بهتر از اون چیزی که الان اونجا به نظرم خیلی عجیب و سخت میاد و میتونم خلق کنم، به شرطی که اون ایده اولیه شما درست باشه. این به این موضوع ربط نداره، از یه دردی اومده باشه، از یه دغدغه ای، از یه سوالی اومده باشه. خیلی وقت اصلا اینو نداریم ما، یعنی خیلی وقتا بعضی از رساله هست من داور اینا میگم خب شما اصلا سوال چی بوده، یعنی تو یه خط، حالا تو اگه مثلا فیلمه میگن جمله تو یه جمله، مثلا شما بگو موضوع فیلم ایده یه جمله چی بوده، این ایده شما اصلا چی بوده، این نداره، این باعث میشه سردرگمی ایجاد بشه. یه وحدتی نیاز هست، این وحدت زیر چتر اون ایده اولیه آغاز میشه،
که حالا هر چقدر این چتر شما پهن‌تر و منسجم‌تر باشه، زیرش هم طبیعتاً منسجم‌تر خواهد. ولی ایده پیش پا افتاده آبکی باشه طبیعتاً همونقدر هم، حالا در مورد اونم میشه جدا صحبت کرد. ولی اون ایده اولیه رو وقتی ساختید، حالا باید تکنیک بست و گسترش دادن رو بیاد بگیرید. این تمام آن چیزیست که متاسفانه در مرحله بعده، یعنی شما اول این الگوریتم رو بدونید که اعتماد به نفس رو حفظ کنید، حالا اینکه چطوری میتونم من ایده اولیه رو بست و گسترش بدم، تبدیلش کنم به یک مقاله 40 صفحه‌ای 30 صفحه‌ای با نتایج. اینم خب یه قسمت دیگه ای قضیه است که اینجا خب باید همون فکر کردنه، برید رساله ها، برید دفاع ها، برید مقالات مختلف رو بخونید و با این الگوریتمی که من گفتم فکر کنید، ببینید این ایده اولیه چی بوده و چه جوری رسونده به این. خب شما تقلید کن، استاد راهنما نقش خیلی مهمی رو اینجا میتونه ایفا بکنه و این اون رازی بود که به نظرم خیلی راز مهمی است. حالا نظراتتون رو با من با اشتراک بذارید. من هم ان شاءالله در آینده در مورد اون ایده اولیه، در مورد اینکه اصلا اون ایده اولیه قابلیت بست و گسترش داره، اینکه آیا اصلا قابلیت صحت سنجی داره، من یه ایده ای میدم که اصلا معلوم نیست و خیلی بعض وقت دست کم گرفته میشه این قسمت ها، یعنی اون ایده اولیه بعد میگه یه چیزی هست حالا بریم بشینیم یه موضوعی آخر انجام بدیم، اینجوری نیست، خود اون حساب کتاب داره. و در مورد نحوه بست و گسترش دادن در هر علم و هنری متناسب با خودش البته میشه بحث کرد در آینده. و حالا میرسه تازه به جایی که شما یه سری داده دارید میخواید مقالهشو بنویسید، که اونم در مورد نحوه مقاله نویسی اینا من خیلی این چیزی که گفتم قبل از اون داستانه و خیلی دغدغه‌ام برمیگرده به این ترسی که بعضی دانشجوها دارن، اینکه بعد من دیدم اتفاقا این پیچیده فکر میکنن، بعد پیچیده فکر کنن. اتفاقا وقتی یه مسئله پیچیده جلو روتون هست، یه مجسمه ایست که میکلانج ساخته، خیلی چیز عجیبی هستن، بعد شما چون اون پیچیده است فکر میکنید باید همونجور پیچیده فکر کنید و این پیچیده فکر کردن ذهن شما رو هنگ میکنه. اتفاقا باید اون شاخ و برگایی که تون درخت هست رو هرس کنید، فقط اون ساقه هاش بمونه، تنش بمونه و بعد اون موقع عیان میشه واسه تون که چه منطق نهانی در دل یک چنین چیز پیچیده ای بوده و بعد خودتون انشالله درخت خودتون رو ساقه هاشو بسازید، تنش رو بسازید و بعد شاخ و برگاشو بهش اضافه کنید و یک ساختار زیبای منسجم بتونید بسازید.